چی داری در خانه؟ هیچی دارم. واو برنج روغنج. بچه من نه بیادر دارم، نه پدر دارم، هیچ کسی نه یک خوال که در ایران دارم تقسیم. بیرون رفته باشین؟ خود تان مقصد دار خریده باشین؟ هیچ وقت تو فکر نکرم. بازم درود خدمت تمام شما هموطنان مهربان، امیدوارم هر کجایی که هستین خوب و صحتمند و سر حال باشین. همزبانای عزیز ما، هموطن ما، هموطنان مهربان ما که در گوشه و کنار هستن، کسایی که در ایران زندگی میکنن، کسایی که در تاجیکستان زندگی میکنن، کسایی که در سراسر جهان هستن و همزبان ما هستن و دری زبان و فارسی زبان هستن، نور دیده ما هستن، امیدوارم که هر کجایی که هستن خوب و صحتمند و سر حال باشن. کابل افغانستان هر گوشیش هم خوبی های خود هم داره، اما بعضی از قسمت هایش، بعضی از گوشه هایش کسایی هستند که با درد و اندو و زندگی روزمره خود سپری میکنند. امروز هم ما سر زدیم سراغ مادر که هیچ کسی در کنارش نیست و جز خداوند و جز شما هم بچنان مهربان. امروز با درد و مشکلات زندگی زیاد دست و پنجه نرم میکنند و امیدی برای ما و شما داره و دست کمک و یاری و برادری برای ما شما دراز کردن. یکی چه مشکل دارن؟ امیدوارم تا پای برنامه هم همراهیمون بکنیم تا از زبان خودشان بشنویم و دردشان رو با هم یک جا ببینیم و ببینیم که چی کردن میتونیم. خسته نباشین خواهرم. خوب هستین انشاءالله؟ صحتمند هستین؟ نه لا کجا دارم در دلم دانه رفتم تداوی کنم نترستم. شوی مره لاکت را بدن. پایین ما شد که ما از ایران آمدیم. این سه ماه میشه چهار ماه کتنی از جای بود که آمدیم از ایران تا اوجا آمدیم ایران رفتم کدش رفتم که باش ری سفید از سفید اوجا که رفتم خبار مرا خوش نکرد از خانه جای جواب داده شب پودری شد پس گرفته آمدم اینجا اینجا که آمدم دیگه با امید خدا اینجا یک ماه بود یک ماه بود گم هست شورتم شورم نمیفهمم که مردم نمیفهمم که زنده است هیچ نمیرم نمیاد دیگه خدا میده خودم میکشم میرم کالاشویی میکنم به مردم مهم نبلاغ منه اگه داشتم میخواد نداشتم نمیخواد امی همسای اگه کار شکرم یا بخمان من میدیم اصای بخمان من کلم میگه دیگه یک اتاق کتکی زندگی میکنی فعلا تک تنه نه بچه دارم نه دختر دارم یک خدا یک خبر داشتم دمی دوران های شده بی وقت که ما خود مالیم از پدر پدر مادر باشه ایچه این بچه هم که بود پدر مادر نداشتم نمیشه وردم خوشخشایتان بود؟ نه بیگانه بود از ما رباد بودیم مو از کابل برن دیگه که کلشا روسی کنه را کردم دیگه گم شد پودری شد رفت دیگه نال مانده و آسی مانده و دیزه ما بیادر ندارم که پیشش برم ماما ندارم که پیشش برم اینجا میخوانه را امسای بخانه داد اینه دو مکرهش نداده میگه دلت میگی دلت نمیگی کجا برد ما ایران هستم کجا برم چی کنم شوهرتون قد شوهرتون گفتین ایران رفتین چرا ایران رفتین ایران رفتین چرا رفتا بودین 3 سال پیش به خاطر دوران جمهوریت دوران اشرف غنی رفتیم که به خاطر تداوی اولاد اولاد نه خدای پاک دانستیم نه تنک شود فودری شد و چیزی هم که داشتم خورده شد پس به خاطر تداوی اولاد رفتا بود که اونجا برین تداوی بکنین و اولاد نقص از خودتون بوده از شوهرتون یازو بود گفتن که خونشون گروه بیست چیست تو دست زاد هست دیگه پس خدای پاک روزاش میشد پس آمد مجبور رفتن اونا معتاد شدن در اونجا معتاد شدن یه اینجا هم ایران رو من آورد ایران که رسیم دیگه هیچ سخته ای نکرد این میرفتم در پارکا پیداش میگرم میرفتم مجای پیداش میگرم میارد بشانه گفتم میخواله چی رفتم من از خاک وطن خودم نه با من اوجا که برو کار نبود مادم ایرانی با ما کار نمیدم دم و جان که بومه مردم میرفتم با کاری میکرد میگفت کار میرم نمیرم شوهرتون؟ آه میرفت خراب چند سال داشتین شوهرتون؟ شوهرم دیگه روی سفید است
ریسفیده؟ بودم ریسفیدی رو با مواد مخدر آورد. چند سال شده بله؟ نیست حالا فعلا امروی شما چقدر شده بود؟ امروی ما که یعنی پنج ماه شد که نمی افغانستان آمدیم. پنج ماه گم هستم. پنج ماه شد آمدیم؟ پنج ماه شد از ایران آمدیم گم هستم. هر جایی که گفتم رفتم پاهیدم نگفتم. که مرد و من چی شد؟ من اینجا آمدیم صاحب خانه می کرا بوده گفتم نگفتم. میرم آمدیم کالشوی می کنم نگفتم ندارم بیخورم ندارم اینجا ناجور هستم نگفتم. امروز هم این دکاندار پایان پس یک دوغان از بیشش قرض گرفتم که من دیگه کنم اما قرار کلا به ایجا می رفتم. چی داری در خانه؟ هیچی ندارم. واو برنج روغن هیچی ندارم غیر این کچول رو میده به کنسای به دیگه چیزی ندارم غیر ریخ یک تو دانه نیام که میده خدا نیام بیده از شبرتون زمین و خانه چیز نمانده؟ نمی فهمم که مانده نمانده هیچ چیزی نمانده خودش گم است. حال پودری چی پیداش میشه؟ اما کمی افراد دا پودر داشت میشه. خیلی دیگه سختی را دیدم را ایران پس آمدم سختی را دیدم من حالا کلش بینیجه نرسه که میام که سرششتی مردم خیراتی دارم. این فرش توشکی ها؟ این خانه من هیچ چیزی من از خدا پاک از شما میخوایم که من هیچ چیزی ندارم اول خدا خدای نخواسته روزی که مریض میشین روزی که یک چیز میدید نیاز میداشته باشین کی وقتون تمنی میکنه یک خانه تک تنها افتادین؟ هیچ کسی خدا را میام سر یک دفعه دلش بسوزم یا این هست بسوزم این همی جست رو پیش دارم شب روز تکتانا شب روز تکتانا خدا من درد دندان درد سر درد درد چی درد شد ندارم دیگه خدا را بکنم تا پیش از اون میدنستم میرفتم کار بکنم حالا نمیدنم امنی گذار پر جور میکنم که مال پور همه شد در کرای خانی شد مال پانزه ست کرده در نبتانستم که دیگه توان شد حالا ایران هستم کجا برم چی کنم؟ درد زندگی و مشکلات زیاد اقتصادی که مادرم و دوستان زندگی جان شما هم شنیدین که سالهای سال با هم یک جای زندگی کردن تا اینکه بتونن فرزند به دنیا بیارن اما متاسفانه مشکل که زمان فامیده شد از طرف شوهرشان است شوهرشان مجبور با مواد رو رفتن به مواد مخدر رو آوردن و پس دوباره افغانستان آمدن و شوهرشان فعلا لادرک از گروه است و یک مادر در این گوشه هفتاده و هیچ کسی نیست که سر خبر یا سر افکارش بگه شاید زیاد شده باشه شما گرسنه خوابیده باشین نام به خاطر نخوردن نداشته باشین نداشته همین مشکل ماست که نداشته سابق نه وارسی کرده بودن زندگیتون چطور بود؟ چهارت کار میکرد خوب بود؟ کار میکرد دیگه دلش میشد میکرد نمیشد اون وقتا من میخوانه هم سایه هر جای خدا میکرد خودت کار میکرد زندگی میکرد مردم افغانستان خسر میگن که از زارت برای چی میخوری از برای میکنی که از چی میگیسیم گذرم میکنی این حال دیگه دوادی آخری لاین کسر هیچ خبر ازش نیست دارم هیچ خبر ندار پنج ماشد خبر شد ای خیش و قوم ندارم که از شما خبر بگیره فلانی کجا هست دروزیتون تک تک بکنم من کاکو ندارم گفتم من روزم که زنگ زدم گفتم بچه من نه بیادر دارم نه پدر دارم هیچ کسی ندارم یک خوار که در ایران دارم به تقسیم خود کدر نده خود خب باشی دیگه لدان سگام بودم خود درستی داده بود در چند ساله بودی؟ نه دیگه دست چپ راست خدا می فهمیدم کلان سال بود از بی پدری بود شوهرتون کلان بود؟ بله چند سال تفاوت سنی داشتین؟ من دیگه خود درستی کردم کلان بود شاید که از زن دیگه کرده باشم مرده باشم اولادشه کچی باشه داشته باشم نداشته باشم نگفته برای تنست نه خدا هم میربان است انشالا یک 7500 افغانی را کامبیز برادرم بر ما روان کرده بود خدا هم انشالا خیلی نصیبشان بکنم ما برای فعلا مادر جان گفتیم که هیچ چیز در خانه ندارم شب و روز گرسنه خواهم میکرم بایم وایل برای ما گفتیم موارد و برنج و روغن و مکارونی و برنج شولایی و لوبیا و برا و آش و تمام چیز گرفتیم برای تانو با 7500 رو پیتر خدا جان دستر و جان تان برکر خدا من کامبیز برادر ما و خانم مهربانشان که همیشه همکاری میکنن همیشه وقت یاری میرسانن خدا جان دستر و جان تان برکر بعد ما غیر روی خدا کسی خدا هم بزرگ است ان شاء الله از طرف شما کمک ما دوستای ما رو بالا میکنیم یک دعای خیر میداشته باشم ان شاء الله خدا خیر نصیبشون بکنه کمک و یاری و همدردی میکنن و به دست مردم ما میرسونن همین یارا به هر نیت و هر مقصد کردن خدا ان شاء الله به مقصدشون برسونه خدا هم مهربان است خواهر ان شاء الله روز شب کسی بر شما پیدا شود دوستای که دم بر تماس زیر صفحه تلویزیونشون میبینن برای مادر ما که هیچ کسی نداره به جز
دربار شما و دربار خداوند بزرگ که بتونیم یک یاری و همکاری داشته باشیم و دوامدار برشان یک همکاری بکنیم که حداقل از رفتن در بیرون مانه خودشان است و بس خدای شاد دیگه هیچ کسی نیست. نه غیر خدا و خدم دیگه کسی ندارم و فرزندم ندارم چون که خانهشان اولاد نشده. یک کسی هست که ده طفل دارن اما یک کسی هست در جستجوست که یک اولاد داشته باشن. به هر صورت تشکر هست تمام شما وطنان میکنم دنبال من بکنیم شما موادشان رو برشان تسلیم میکنم. دوستای عزیز هارت، نمک، روغن، یک قوطی روب، آش، مکرونی و همچنان برنج شورایی، مولاد جان لوبیا، چای سبز، تمام برنج، روغن، تمام چیز ان شاء الله براتون رسید. خدا جان بسر مالتان خدا جان دجوانی کمر نکنه، خدا آرام داشته باشید. خیر، امشب با تصمیم داری بخیر چی پخته کنی؟ امشب میخوام مزه غذا تیار کنم براتون بخیر. ان شاء الله حتما در سر سرخان دوای ما داشته باشین. امکان نداره که دوام نکنه. چقدر خوشحال هستید از این بگویید. زیاد. دیگه تو خوشحال هستم که دیگه من میگم کل دنیا. یه چه کدام وقت شده باشه که از بیرون رفته باشین خودتان مکسب دار خریده باشین؟ هیچ وقت تو فکر نکردم. نکردم تو چه روی کار نداشتم ما برمونیم تو خرید کنم بگیرم خدا هم میره بانست میشه بشک دوای دوستا رو میگیریم حتما امشال همراهی دوستا رو میخواییم خودتان رو فراموش نکنن یعنی میکلو بگه که این گوشه میبینین دوستا یعنی میشه زندگی میکنن شب و روز خود سپری میکنن یک هزار افغانی فکر میکرا میدین قضا رو هم هستین فیلن نه مال یک هزار میدادم تشکر بخیر باشین ان شاء الله خدا هم مهربان است ان شاء الله امروز من داشته باشین دوستا شاد و خرم و سر حال باشین.